زین العابدین عابد معاون رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا به خاطر آسیب رساندن به اقلیم و فضای سبز در افغانستان مقصر است زیرا آن کشور سلاح گسترده ای را به خاک افغانستان طی چندین دهه گذشته وارد کرده است این مقام طالبان با بیان این مطلب در یک کنفرانس خبری در کابل روز یک شنبه افسود که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر و متاثر از تغییر اقلیم است. مختلف النوع گوید ابزار میگوید که ایالات متحده و کشورهای غربی ادعا می کنند مدافعین حقوق بشر هستند اما آنها مسئولیتشان را در قبال افغانستان نادیده می گیرند. اما ولی مدقق متخصص امور محیط زیست میگوید که عوامل تغییر اقلیم سایر موارد است که شامل تولید گازهای گلخانه‌ای در نتیجه تساعد دی اکسید کربن است که ربطی به موجودیت سلاح در یک کشور ندارد ولی خود جنگ ما تا فعلا به کدام سند و گزارش روبرو نشدیم که جنگ باعث تغییر اقلیم در سطح دنیا باشه البته عوامل بسیار زیاد منفی جنگ بالای محیط زیست داره که او یک بحث بسیار جداگانه است ولی مشخصا در قسمت تغییر اقلیم تا بالا ثابت نشده ولی ما وقتی صوبته څنګه لري خپل میکونیم د ایج ما مواجه میشیم با تراکم مقدار زیاده کو غاز کاربون ډایاکسایډ یا در مخزمو غازای ګلخانې در همین حال بر طبق یک تحلیل مؤسسه صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف جنوب آسیا بلندترین درصدی کودکان متاثر از درجه حرارت شدیدن بالا را دارد که تخمیناً 76 درصد کودکان زیر سن 18 یعنی 460 میلیون کودک در جنوب آسیا را شامل است طبق این آمار که از تحلیل اطلاعات مربوط سال 2020 یونیسف است این رقم به معنی آن است که از هر چهار طفل در جنوب آسیا سه کودک با درجه حرارت بالای 35 درجه سانتیگراد مواجه است ماه جولای گرمترین ماه سال در کل جهان به ثبت رسید که نگرانی های بیشتری را در مورد آینده اطفال شامل آنانی که در جنوب آسیا زندگی می کنند مطرح ساخت. به طبق شاخص خطر تغییر اقلیم کودکان 2021 یونیسف کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض بلند خطر متاثر شدن از تغییر اقلیم هستند. محمد احمدی، تلویزیون آشناس در امریکا، واشنگتن.